شما امی 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 شما امی شما را میگم، امو او آدمی که ریش تکل میکنی و خودت تو خودت که ریش شیطان کل میکنین، شما فکر میکنین که این یک گناه بزرگ نیست؟ این بسیار یک گناه بزرگ است. لعنت خدا میشده سر شما که شما ریش تانه کل کنین، به خاطر که شما سنت رسول الله را مشکنانین. سنت یعنی کار را که پیغمبر همیشگی بر حسب عادت میکد، اگر شما اونمو رقم نمیکنین لعنت خدا سر شما میشه. رسول الله خود ریش خود کل نمیکد، حال تو ریش تکل میکنی، تو میفهمی که چی میکنی؟ خب این حال اگر ما بگویم تا چی میکنی، تو میگی تو خو نه کلا داری نه لنگی داری نه ریش، ما گپ تو را قبول نمیکنیم. مولایی صاحب می خودت خو یک ریش صحیح داری، یک اما تو سر صورت صحیح داری، همی مردم ها بگو که یا با گفت من نمیکنن که با می گپ خودت اینا میکنن. اگر چی از خودت هم در وقت ها کلا و لنگی تا سر تفتیده، یعنی مولای بیلونگی شدی، خو خیر مولا صاحب بیلونگی، امی خودت به مردم بگو که امی ریش کل کردن چیست. با نقض یک سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شکست بزرگی در صف مسلمان ها واقع شد. اگر شما ریشتان کل کنین چنانچه که کدام نفر کل کرده و مولای صاحب میگه که با اینمی حرکت کی انجام داد، شکست بزرگ در صف مسلمان ها افتید. واه مولای صاحب بیلونگی، شما دگام بگوین که مردم به یک ذره تربیه شدن، بخی اسلام یاد مردم رفته. آن گفت راس پرسان بکنین که ما و شما چند سنت مشکنانیم. اول پروفیسور صاحب چپه تراش کرده و در شان ریشکل چی است؟ الله متعال میگه ریشکل جان، امی ریشکل جان، برازی رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ برازی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. میگه خداوند در قسمت کسایی که ریش چپتراش میزنن و این پروفیسر ریش چپتراش زده، میفهمی که خدا در قسمت از یاد چی میگه؟ اگر چی اول میگه خدا در قسمت از یاد چی میگه، باز خدا در قسمت ریشه چیز نگفته در قرآن، بنانی فوراً ایره تغییر میده و میگه که پیغمبر چی گفته. سعی کنین امیرش کل جان، برازی رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ برازی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. یعنی خداوند میگه باز تغییر جاد گفت، محمد میگه ایره به عربی گفت. خب من خودم عربی نمیفهمم و الهی شکر که نمیفهمم، هیچ کدام لسان نیست که من ایجا بفهمم. اما شما خون یکان تایتان گل گل، اگه کدام تا از یک میلیون یک دوتا فهمیده باشین، دیگرها خون نمیفهمه. بیاییم که همی مولایی صاحب بیلونگی را بگویم که مولایی صاحب بیلونگی همی چی مانا داره که ما خواهید نفهمیدیم که تو چی گفتی. تو که چپه تراش کردی، روی اکتام کریم زدی، روی تو مثل روی مادر اولادا شد. خوردی. میگه تو که چپه تراش کردی و روی اکتام کریم زدی، روی اکت مادر اولادا واره شد، بوسیدنی شد، زنانه شدی، رویکت روی مادر اولاد آوار شد. و دمی جریانه که گپ میزنه، شما خیالتان که کدام آدم مسخره است؟ نه، کدام آدم مسخره نیست. دمو سنف ازی که سعی کنین، شاید اونموجه یک دو سی ست چار ست بچه جوان شده و کلشان ریش ماندن، و خاطر اوجا که ریش نمانی رقم زنا میگه معلوم میشی و کلگیش از ترس باید ریش بانه، اگر نه کلش بعد معلوم میشن و کلگیشان هم از ایگه بسیار مزه میتشان که شکر که ما زنانه نیستیم. سعی کنین که ایره دوباره میگه، روی اکتام کریم زدی، روی تو مثل روی مادر اولادا شد. بنان مشابهت پیدا کردی که تو کی؟ که تو مادر اولادا. و هر مرد که هر بابی اولادایی که مشابهت پیدا میکنه و همراه مادر اولادا سر از این لعنت است. رویت مثل روی مادر اولادا شد دگه مولایی سب.
یعنی لعنت الله از سر مردهایی که خود مشابه میسازن با کی؟ با خانم ها. تو که مرد هستی ریشه که تک کل کنی سنت رسول الله را مشکنانی. رسول الله مبارک ریش میماند و خاطر که در اون زمان پاکی نبود، مبارک مجبور بود که ریش بانه. مبارک در سر شطر میرفت، تیاره را ندیده بود، موتر را ندیده بود، موترسکل، بایسکل، هیچ چیز، سر شطر میرفت. حال تو لوده که میشینی در موتر، تو کلان گناه میکنی، سنت رسول الله را مشکنانی. تو میگیری در تیاره میشینی میری، تو تلویزیون میبینی، تو رادیو داری، تو موتر، تو تلفن، تو ازی یک کلش سنت رسول مشکنانی. باید که تو در خانه تمیشه خرما بخوری، تو باید در زیر درخت خرما خوشی، دیگه از اون کالایی که نیکر نداری اما تو میپشی از او بپوشی، دیگه گوشت گوسفند بز بخوری، دیگه گوشتها رو نخوری، سر شطر باید جای بوری. تو آمدی در ایج سنت های رسول الله رو مشکنانی، بازگرفتی ریشت هم میتراشی، بازور رقم ننه اولادا جور میکنی. اینال دو قسمت رسول الله چی گفته؟ یعنی لعنت الله از سر مردهایی که خود مشابه میسازن با کی؟ با خانم ها. لعنت خدا با مردی که چهره خدا مثل زن جور میکنه با تراشیدن ریش. آخری رسول الله کی بوده باشه؟ اخ، ما دیگه از خدا میخواستم که یک 10 ساعت فیلم رسول الله می بود که چی اگه آدم ها که ساده یک دوتا بزک ها در ای بغل برو در کالایش میده خاک پر یک دندانه کش که تا شکسته بود، خوب وقت دکتر دندان نبود، ایتا که خنده میکد از یه ماوی نشد خالی، باز یک دخترک 6 ساله در ای دستک راستش زنکش دخترک آیشگک و دخترک دیگه شکه گرفته و 14 ساله ده یک شب رسول الله دو دخترک آروسی کده بود، او دیگه 14 ساله بود. یعنی فکر کن که رسول الله که داخل میشد که این نور را میدیدی که جهان نور میگرفت. یعنی تو راستی فکر میکنی که اگر ریش تکل کنی لعنت خدا به سر تو میشه؟ خود چرا در سر شطر را نمیریم؟ چرا شاش شطر و شیر شطر نمیخوریم که در عربستان همیال مردم میخورن؟ تبرکیست. چرا ما در تیاره میشینیم، در موتر میشینیم، در تمام شده؟ چرا ما برس میکنیم در نانای خدا؟ یعنی اگر تو سعی کنی، چرا ایرکندشن داریم در خانه خود؟ رسول الله در خانه خود سردخانه داشت. رسول الله در اونمو هفته و ترق کت یک کالای کنه را میگشت. حالا در عربستان تو برو، تو برو که در عربستان زندگی رو بینی، چرا یا رقم رسول الله زندگی نمیکنه؟ اگر وا که دموجه بود زندگی نمیکنه، چرا من لوده او رقم زندگی کنم؟ خب بسیار خوب، حالا این قسمتش خو خلاص شد. مولایی صاحب تو پیش برو که دیگه چی گپ هسته که ما بفهمیم که رسول الله دیگه چی گپ زده. ولعنت الله هست، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعنت الله سر خانم هایی که خدا مشابه با کی میسازن؟ با مرد ها میسازن. این رسول الله مبارک میفرمایه که لعنت خدا به سر زنای هم است که خدا مردانه جور میکنن. ای ربیع پورکو، رسول الله مبارک 1400 سال پیش میفهمید که پریگل می آید پتلون می پوشه رقم مردا. اینالی پریگل لعنت خدا به سرت که تو خدا رقم مردا جور کردی. این رسول الله چی یک فهم داشته؟ او خدا شکر که ایتی یک رسول الله را به ما داده بودی. اگر توی رسول الله را نمی دادی خدا زندگی ما چقدر خراب می شد. خب حالا از این پیش بریم مولایی صاحب. خب اینال یک نفر مشابه با زنها و مردها خود چی میکنی؟ اینال از این که آیا لعنت خطرناک هست؟ من تشبه به قوم فهو منهم. حالا میگه یکی خب مرد زن واره خدا جور میکنه، زن مرد واره، از این کدام
کار خرابتر است؟ آه او است. لعنت خدا زیادتر سر کسای میشه که خود رقم مردم کفار جور میکنه، کالاهای رقم غرب میپوشه، آینک ها رقم مردم میمونه. مولای سای فکرش نشده اینی واسکتک رقم خارجی ها پوشیده، این امی ساعت ساعت مولای سای رقم خارجی هاست. لعنت خدا به سر مولای صاحب هم زیاد میشه و خاطر که این لودام خودم متجور کده. خب مولای صاحب، راستی مولای صاحب دمی رسول الله مبارک و بسیار میفهمید امی کدام چیز در قسمت امی بچه های گفته که امی مویای خود اگر رقم لودام میگیرن اینی بالایش میمونن بوزی بغلایش کل میکنن. یک رقم عجیب بازیگان افغان ها رو ببینیم، مسلمان ها مکاره میکنن. مولای صاحب آل رسول الله در مورد از وا چی گفته؟ رسول الله صاحب میگه او کسی که خود مشابه با یک قوم کافر میسازد الله متعال در روز قیامت در صف از ما بوره حشر میکنن. همین جوان هایی که مویای خدا نیمی کله خدا چی جور میکنن؟ کل میکنن و نیمی اینجا پوپکک جور میگذارن. همه با کفار خود مشابه ساختن نساختن. از لعنت هم که سر جور کرده بلندتر است یا نیست؟ نه مویای ترقم کفار جور میکنی و یا مولایی صاحب که ساد پوشیده واسکت شما کلتان کتی یا اینکک در صف کفار حشر میشین، خواسته میشین یا نه که در دنیا در صف کفار که هستی دوزخی هستی دیگه، دوزخی. بخاطر تو کالای تا این ما بیچارام کالای ما رقم کرتی از یار پوشیدیم پیران سفیدم ای ما هم در صف کفار هستم. مولایی صاحب از خاطر سات و واسکت و آینک و شما که رقم کفار خود جور میکنه نو زن و مرد کالای امریکایی و اروپایی اونا رو میپوشی کلیتان در دنیا کجا میرین؟ دوزخ میرین. این نیست که نماز میخوندی و روزه میگیری، نه نه نه، این مولایی صاحب خود دیوانه نیست، یه خود میفهمه. همه با کفار خود مشابه ساختن نساختن؟ ها؟ آها ساختن؟ چطور نساختن؟ لفته گرفته که ایجه را کل کده ایجه را مانده. خدا تو را یک روز کل کنه باز قدر مویت هم میفهمی. حالا ما که موی نداریم از خدا میخواییم که جا موی باشه. ما موی در ایجه داشته باشم در عمر ایجه را کل نمیکنم. اما یا ناشکری خدا را میکنن یا را خدا موی داده گرفته لوده ایجه را مانده نیمیشه در ایجه کل میکنه. این بخی رقم کفار خود جور کردی تو در او دنیا تو در دوزخ میری. بگو تو مولایی صاحب از لعنت هم که در سرزی ها بلندتر است یا نیست؟ از لعنت هم که در سرزی ها زیادتره. خب باز نماز هم یا میخوانن مولایی صاحب اگان جای دیدی نمازشان صحیح است یا نه؟ با ایده باز که سهل کنید در نماز ما شاءالله چه خوب نماز میخوانن، چه خوب رکوع میکنن، چه خوب سجده میکنن و سرش لعنت الله هست. او لوده از خود بیخبر میره که تزی پوپک در مسجد نماز میخونه، باز رکوع و سجده هم میکنه، اما خبر نداره که لعنت خدا در سرش است که نمازت تو دوزخی استی. حال مولایی صاحب اینال یک تعداد زنا پیشتر گفتی رقم مردا خدا جور میکنه، سعی که حال اینی زن سعی که مولایی صاحب اینی مویای خدا بیخی مردانه جور کده و خدا توبه. خدای توبه تو سعی که ایره ای دیگهشه سعی که مولایی صاحب ای دیگهشه سعی که دیگهشه ای دیگهشه ای چی حال مولایی صاحب؟ ای قیامتت می نزدیک شده دیگه، در این روزا باید یک صدای بزرگ بشنیم و قیامت شده دیگه. حال اینا را چی میگی؟ یعنی این زنایی که مردت خود جور کرده باز تو بگو بر از امیان مولایی صاحب. ولعنت الله هست ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعنت الله سر خانم هایی که خود مشابه با چی میسازن؟ با مرد ها میسازن. لعنت خدا در سر زنایی است که خود رقم مرد جور میکنه. مولایی صاحب اما یک سوال دیگه دارم، در این من هم میفهم که جرات داری که گپ بزنی یا نه. اما یک سیاد مردای دیگه هسته که مویای خود زنا واره جور میکنن مولایی صاحب،
در افغانستان هم زیاد میبینی مچم که جرات داری که سرشان گپ بزنی یا نه. مثلا مولایی صاحب بینی سایکو؟ مولایی صاحب ایدگهش سایکو؟ حال ده یه چیز نگفتی با سایکو ایدگهش کت بچه ها که خود ماشین داره گرفته استاد شده. آی از ما بچیه ماست این ریشک این مویا. حال مولایی سبی نمیخو چهره زنانه داره. حال در کابل خو رقم از یاد که حال زیاد میبینی کلگی زور پیش از امیاز. این حال یه را چی میگی؟ حال یا خو چهره زنانه به خود دادن در یه چه از ترس نگفتی که مردایی که مویای خودت زنانه جور کنن لعنت خدا به سر از یاز. چهره زنانه شد. این حال شاید تو بگی خب نه رسول الله موی خود دراز میمان. خب موی دراز چهره زنانه است برای ما. این حال خود در اون قسمت هم باید اگب میزدی. این حال هموطن عزیزم تو سیکو اتمی تو در کلیت میای کینی اگ لوده است نه بابا اسلام خود رکایی دین نیست که خب گناه دین نیست. اسلام به ذات خود ندارد عیبه. هر عیب که از در مسلمانی ماست. تو فکر میکنی که همین ملا از شکمبه خود میگه پاره میزنه؟ این کل از یاد کتاب هاست و نام رسول الله قید است. وقتی که میگه رسول الله گفت در کتاب مثل سیرت رسول الله یا در کتاب صحیح بخاری یا دارالقطنی صاحب دیگه و دیگه چیزای هست که ببینی استفراقت میایه. این جوامع اسلامی که ات وحشی شدن ایتو وشپرک شدن ایتو به همه چیز شدن که ما نمونه مهمترینش هستیم در دنیا ناقی ما نشدیم. اما سعی کنم وطن عزیزم اینمی ملا با اینمی گپای غول میایه به جرات میشینه و با مردم میگه و مردم قناعت میده که اینمی گپی که ما میزنم درسته. اما تو از طرز گپ زدن نمیتونی ولی گمش که به عقیده 2 بیلیون مسلمان توهین نشه. اگه نه میفهمیم که غلطه آه نه والا نه حدیث مبارک حدیث مبارک نه قرآن خو کتاب است که هیچ اصلا ده او غلطی نیست. او شفیع یار لوده تو چی میگی؟ این نمیگه پا ریشه داره. تو نخوندی ما خوندیم. توی نمی کتاب ها که من دمیجا دارم که توی یک دو سه دفعه ده دفعه تا آخر بخونی تو میبینی که ما چقدر بدبخت هستیم و چقدر ضرور است که ما کار کنیم هموطنهای خدا و شعار بسازیم. دین داشتن چیز بد نیست. خدا حاضر است که دین داشتن یک چیز خوبه. اما یه دین داشتن که انسان ها قتل عام میشه که زنایشان چور میفته که 43 سال پیش چشم ما قتل عام شدیم که 1400 سال پیش چشم تاریخ قتل عام شدیم برده که کنیز که جهاد که دوزی که چور که چپاول تو بخوان او بیادر تو بخوان به خدا که بخوانی از مکده فریادت زیادتر میشه. ما خود اگر کار نمیتانم اینه ما قمیتانم اینه ما قدر انجام میتم. اما وطن عزیزم 3-4 سال است که ما میخوایم ما یک سازمان داشته باشیم اما ما موفق نشدیم هنوز. چرا نشدیم؟ به خاطر که تو هنوز یاد نگرفتی که چطور ما با هم یک جای شویم، چطور در کنار هم ایستاد شیم، چطور کمک کنیم که وطن خود نجات بدیم. یک بار دیگه بازم ما برای خودت میمانم سیکو اینی آب Universal USA اینمی رسای که اینمی یک فیسبوک نو است. برای کسایتان که در امریکا و کانادا استین ای را ما میمانم دهی برین رفیقم شوین، رفیقم شوین که در سازمان آب بیاین. رفیق شخصیم نشین. چرا ما در فیسبوک دیگه ایم استین شفیار شو اینال دهی رفیق شخصیم نشین چون ما در اوجه کسایی که در سازمان آب نباشه اونا را پس میکنم. در اوجه باید ثبت نام کنی برم پیغام رایی کنی که اینی نام است، اینی معلومات است، ما در اینی جای هستم، اینی تلفونم است، ما اینی کار کدم میتانم. اکتیادت
در مسائل تکنولوژی میفهمین، یک تیارتان در ادبیات انگلیسی، یک تیار در ادبیات فارسی، یکی ادبیات از جک. هر چیزی که میفهمین برم بگوین که ما اینی چیزا را میفهم، اینی کار. یک تیارتان پیصدار آدم هستین، میلیون ها دلار پیدا کردین. بگو شفیع یار اینما یک میلیون دلار دادم میتونم اینی کار میکنیم. ده، بیس، سی، چل. ما همیال یک دو هزار دلار، یک هزار دلار هر ماه از جیب کم خود مصرف میکنم. 40-45 ساعت هر هفته دینمی را مصرف میکنم. از اینکه در زیاد توانمندی دیگه ندارم. اگر ما کار کنم همی برنامه را نداشته باشم، ما میتونم که یک حرکت یک جنبش تغذیه کنم. اما ما نمیتونم که کل از یار یک جایی کنم. شما میتونین که دیجه ثبت نام کنین، بیاین به شکل سیستماتیک سلسله‌ای یک جایی با هم کار کنیم. ما میخواهیم که در افغانستان دین از حکومت و دولت جدا باشه. دین راه حل مشکل ما نیست. دین پل ارتباط ما با خداوند ماست. برای دوستی، محبت و شفقت است. از این بالا دین ارزش نداره، دین قانون نداره. هر کس که میگه اسلام قانونه، همین طالبا گرفته تا ایرانی تا تاجک تا هر کس که میگه، بیای از روی قرآن، از روی حدیث، از روی تاریخ اسلام و برش ثبوت میکنم که اسلام هیچ قانون نداره. هیچ اصلا بخصوص در این زمان اسلام به حیث قانون نیست. اگر می بوده 43 سال ما شما یک جای رسیده می بودیم و نمونهش هم می داشتیم، نداریم. این میره خود بازی دادیم، بیایی که دیگه خود بازی نتیم. دین بر شفقت، دوستی، محبت و برادری است، از این که زیاد نیست. دیگه ای که ما در افغانستان باید که یک حکومت بسازیم که در اوج یک مساوات باشه برای تمام افرادی که در اون مملکت زندگی میکنن. بدون مساوات و عدالت ما هیچ وقت یک وحدت ملی داشتن نمیباشیم. ما اگر کت برادر خود چالاکی کنم، پیسه از او را بخورم، برادر ما کت ما نمیتونه که در یک صف استاد شد. فکر کن ما پنج برادر هستیم، از بابه ما مانده مثلا $10. ما پنج برادر هستیم، مثلا ما چالاکی میکنم $8 به خود میگیرم. برادرای ما کت ما نمیتونه دیگه وحدت ملی داشته باشه. وحدت فامیلی ما از بین میره. تو نمیتونی از آرار از قاد بکشی ازبک تاجک پشتون یا هر کس و حکومت بسازی. نه، بیایی که کل ما یک جای، کل ما یک جای وقت میتونیم که تمام ما مساویانه حق داشته باشیم و در مقابل قانون مساویانه مسئولیت. اونمو شعار را که ما 7-8 سال یا 6 سال پیش کشیدم که یک قطره تو یک قطره من. پشتون استی یک قطره استی، هزاره استی، ازبک استی، هر کدام ما یک قطره استیم. اگر بتانیم با هم یک جای شویم، با یک دریای بزرگ تبدیل میشیم. در غیر از اون نمی قطرگک ها تبخیر میشیم و مثل امروز در افغانستان ای چیز نمی باشیم. یعنی ما میتونیم یک سیستم حکومتی که برای همه منصفانه باشه، به طور مثال یک سیستم حکومتی فدرالی که همگی بتانه در اون تبلور پیدا بکنه. اگر شما با ما هم عقیده هستین، همینجا ثبت نام کنین. مرا ملامت نکنین که آقای یار دین پنج سال شد تو سازمان آب در کجا رساندی. ما کم کار کردیم و من نمیتونم و می خاطر دست خدا به تو دراز میکنم که بیا بیادر که همیجا یک گروپ جور کنیم در بیرون افغانستان، از همیجا نظرات خود در درون افغانستان ببریم. ما برای از بین بردن دین مبارزه نمیکنیم. ما بسیار خوش دارم که همی دین ما باشه. اینمی کتاب، اینمی قرآن اساس دین ماست. سعی کن اینه قدر اینمی کتاب اینه قیزی عدقل اینه قیزی زیادی است. اصلا تکرار عیسی آیت کده، موسی آیت کده، یعقوب آیت کده، همون یک دفعش میمانیم دیگهش پس میکنیم. دیگه ای که رسول الله نوبت زن تا پیش پرتو و پس پرتو و اینمی گپایی را که اینی ملا میزنه به اساس اونمو گپاست، اونا را پس میکنیم. میمانیم آیات و سوره های را که راجع به دوستی خداوند، راجع به دوستی انسان است، راجع به انسانیت و شفقت و محبت است. همین کتاب که کم شوه، یک این قیق شوه، ای را تام خوانده میتونی. مام کل ما حالا تو همین را خواندی، همین چند نفر تان این کتاب خواندین؟ این مولایی که گپ میزنه چند نفر میفهمه که گپ هایز غلطه؟
قرآن را نخوندی، نمیفهمی، بنان به یکی را آسان بسازیم. تو قرآن ما قرآن اینی دیگه ای دیگه نمیخوانیم، نمیتانیم، که میخوانیم مخشوش میشیم. ولی چی گفت؟ اوجه خو موسی را ایتو گفت، ایجه موسی را ایتو گفت، بازه او دیگه او تو گفت. ولی خدای قربان چه ما خو نفهمیدم دیگه، کتابه که تسته ولی خدای دم بالا میمانه میشه، یک پچی میکنه میشه دم بالا میمانیم خلاص. بیایی که میره قابل استفاده بسازیم. گف ما را بفهمین، ما منظورم نیست که قرآن بیایی کوس و پرتیم، نه، امی قرآن زیادی عربا نمیفهمیدن، هر چیز چور کردن لودا و رمیجه نشته کردن. دمی قرآن بسیار غلطی است. امیر زمان از ایره است که غلطی هایش پس کنیم، ایره کتاب بسیار منظم و پاک جور کنیم. این کتاب خدا از ایجا نشته کدگی رایی نکده. عربای به سواد ایره گرفتن در یک سال و دو سال نشته نکدن. امپراتوری اموی ها، امپراتوری عباسی ها که جهان چور انداختن، در ای از خدا یاد علاوه کده رفتن. باز وام بس نبود، یک کتاب دیگه جور کردن به نام صحیح بخاری، به نام پیغمبر جور کردن. دنیای اسلام مخشوش ترین دنیاست، درکم کنین. بیاین کمی دین خدا قابل استفاده و انسانی بسازیم. هر کس که میگه نه شفیعار غلط میگی، همو گف شاهنامه فردوسی است که وقت سلطان محمود به طرف هند عمله کرده بود، سر رایش برای کدام نفر بسیار کلان پیغام فرستاد که تسلیم شوه. بازم اون نفر که پیغام می برد، یکی از جنرالای یا قماندانای کلان چیز سلطان محمود، برای از او قاصد یا پیام رسان گفت که برش بگو که تسلیم شوه، و اگر نشد، اگر جز به کام من آید جواب، منو گرز و میدان و افراسیاب. ورش بگو که تسلیم میشی، اگر تسلیم نشدی منو گرز و میدان و افراسیاب. باز ما که تا گرز میایم در جانت، اما تو که رستم سر افراسیاب رفته بود، منو گرز و میدان و افراسیاب. باز اون رقمی میایم. بیایا حالا هر کس که مرا میگه غلط میگی، من خوینامه تو میایم به دلیل برات میگم، و دلیل برات میکشم. هر کس که میگه نه شفیع هر غلط استی، باید اونم تو به دلیل و دعو دشنام و تو کافر، تو مرتد، نه من مرتد نیستم، من خوبترین مسلمان هستم. ایره در لب دروازه دوزخ هم تو که مرا کافر میگی، در لب دروازه دوزخ باست از ریش تک تکان میتم میگم تو نسای که اوسو میری، ما اونو جا طرف جنت میرم. باز اونو گوشای جرنگ میکنه که ولی ایره ما کافر میگفتیم، با خدای خوب مسلمان بود. برنامه را شریک کنین دوستای زم، یادتان نره که در اینجا کسایی که میخواین با ما باشین. و از این باد ما هر ماه یک دفعه که اعضای سازمان آب از طریق همی فیسبوک یک جای میشم. در عین زمان ما این نمره تلفن هم میمانم در اروپا و امریکا، که اگر شما میخواستین مستقیم گپ بزنین با این دوستای ما میتانین گپ هم بزن.